اینجا لندن است رادیوی بی بی سی هفته بامداد تهران است تا 8 در کابل و 8 نیم در دوشنبه درود بر شما این چشم انداز بامدادی است دوشنبه است 12 اسفند دوم مارس جهان در برابر وحشت کرونا نیویورک هم تازه ترین مورد ابتلا به این ویروس را ثبت کرد که مسافری است تازه رسیده از ایران درباره این بلای فراگیر جهانی تا دقایق دیگر صحبت خواهیم کرد از بعد ایران هم و از پیامدهای جامع شناختی شوی کرونا در ایران هم خواهیم گفت کارزار نظامی ترکیه در سوریه و در های سیاسی ای که این عملیات برای آنکارا آفریده این هم از موضوع های امروز ماست از نخستین پیامدهای های توافق نامی صلح آمریکا و طالبان افغانستان هم خواهیم گفت و نخستین نتایج انتخابات مجلس تاجیکستان هم جزء برنامه ما هست مطالب بسیار دیگر هم داریم ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان سراغاست تازه ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن تهیه کننده امروز برنامه سلام و صبح بخیر اندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک از شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن ایالت خبر داده گفته شده که فردی بیمار زنی با حدود 40 سال سن است که در ایران به این بیماری مبتلا شده بود دست کم 75 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا وجود دارند که ابتلای بخشی از آنها در چین یا در یک کشتی تفریحی که در ژاپن پهلو گرفته بود تشخیص داده شده تازه آمار رسمی ایران حاکی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 970 نفر رسیده و 54 نفر هم تا کنون بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. همچنان در ایران مراکز آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل است. پیت بوتجیج از داوطلبان نامزدی حزب دموکرات آمریکا از رقابت های درون حزبی کنارگیری کرده آقای بوتجیج با 38 سال سن اولین کاندیدای ریاست جمهوری یکی از احزاب عمده در آمریکاست که هم جنس است رقابت های درون حزبی در آمریکا که از حدود یک ماه پیش آغاز شده است خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد. پیت بوتجیج که تا یک سال پیش در سطح ملی در آمریکا تقریبا ناشناخته بود در ابتدای رقابت درون حزبی در ایالت های آیووا و نیو همشایر با موفقیت ظاهر شد. اما به رغم موفقیت ابتدایی در انتخابات ایالتی روز شنبه در کارولینای جنوبی چهارم شد. او کنارگیری خود را پیش از برگزاری انتخابات درون حزبی در شنبه آینده که به طور همزمان در چهارده ایالت برگزار می شود اعلام کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را در مورد آزادی زندانی های طالبان رد کرده آقای غنی گفته بود که آمریکا صلاحیت ندارد از, افغان... از افغانستان بخواهد 5000 زندانی طالبان را بر اساس توافق صلح دوحه آزاد کند آقای پومپو ت... تلویحا گفته که برخی اظهار نظرها برای جلب توجه رسانه هاست. مردمان زیاد خواهند بود که چیزهای خواهند گفت زمانی که من در دوها بودم وزیر دفاع یک جا با ایان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در کابل بود آنها اعلامی ای داشتند تحاد از جانب حکومت افغانستان هم صورت گرفت no uh, a... هیچکس به این خیال نیست که این کار آسان خواهد بود دولت یونان اعلام کرده که روند بررسی درخواست های پناهندگی را به حالت تعلیق در می و هر کسی را که به طور غیر واردان کشور شود فورا اخراج می این اقدام در پی چند روز درگیری در مرز با ترکیه اتخاذ شده و در تاجیکستان کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرده که بیش از 75 درصد واجران شرایط رای دهی دیروز پای صندوق های رای رفتند درود بر شما که با چشمانداز بامدادی هستید در این ساعت روز دوشنبه دازم اسفند دوم مارس از رادیو بی بی سی دارش رجبنم با بهترین آرزوها به یکایی که شما هر جای دنیا که هستید و با تازه های جهان و ایران که همچنان پیرامون ویروس کرونا میچرخد تازه ترین نشان این است که دانشمندان در ایالات متحده آمریکا میگویند ممکن است ویروس کووید 19 ظرف 6 هفته گذشته در ایالت واشنگتن در حال گسترش و تکثیر بوده و تا کنون حدود 1500 تن را آلوده کرده است در پایان هفته ای آمریکا یک مرد میان سال در این ایالت شمال غربی آمریکا نخستین قربانی ویروس کرونا در ایالات متحده شد درباره کووید 19 و گسترش آن در آمریکا و جهان گفتگو داشته باشیم با همکارم خشار جنیدی که از واشنگتن آمریکا با ما درود خشایار خسته نباشی آلکس آزار وزیر بهداشت آمریکا گفته که هرچند در زمینه گزارش کرونا وضعیت اضطراری اعلام شده نیازی به حراس و وحشت نیست اما شمار مبتلایان در آمریکا که بسیار پایین ازیابی شده شده بود در واقع در گذشته به نظر میاد که یک باره در جدول های رسمی بالا رفته این نکته هم پیش از صحبتمون بگم که نخستین تشخیص مثبت ویروس کرونا در نیویورک در ایالت نیویورک به ثبت رسیده زنی که حامل این ویروس شناسایی شده از ایران به آمریکا برگشته و به گفته مقام ها اکنون در خانه خودش ایزوله شده از اینا بگو لطفا بله همینطور هست البته تعداد تلفات در آمریکا تعداد افرادی که قربانی ویروس کرونا جدید شدن در آمریکا به دو نفر افزایش یافت تقریبا یک ساعت پیش اعلام شد که یک مردی که حدودا هفتاد و چند سال سن داشته در این ایالت جانش را از دست داده البته ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا هست متفاوت از شهر واشنگتن پایتخت هست نفر قبل از او هم که یعنی نفر اولین فردی که در اثر این بیماری هم فوت شده باز متعلق به همین ایالت بود همزمان اعلام شد که اولین بیمار مبتلا به ویروس کرونا جدید در ایالت نیویورک شناسایی شده اونطور که اندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک در بیانیه که صادر کرد اصر یک شنبه درش اشاره کرده بود فرد مبتلا خانمی هست حدودا چهل ساله سی و خورده سال داره نزدیک به چهل سال اخیرا در ایران بوده و اونطوری که گفته شده در ایران مبتلا شده به این بیماری مقام ها او رو خیلی سریع شناسایی کردند در خانه خودش ایزوله هست قرنطینه شده گفتن که شرایط جسمیش وخیم نیست البته علائمی از درگیری سیستم تنفسی در او دیده میشه آقای کومو در بیانیه خودش اشاره نکرد که این خانم در کجای ایالت نیویورک ساکن هست منتها رسانه های محلی در نیویورک صحبت از این میکنن که از ساکنان منحتم بوده وزیر بهداشت ایالت نیویورک هم اعلام کرده که خانواده و اطرافیان او هم شناسایی شده و اونها هم تحت مراقبت هایی هستند همزمان در روز یکشنبه شاهد این بودیم که تعداد مبتلایان شناسایی شده در رابطه با بیما... ویروس کرونا در آمریکا افزایش یافت حدود 77 نفر گفته میشه در حال حاضر در آمریکا مبتلا به این ویروس هستند که 44 نفرشون افرادی هستند که مسافر کشتی تفریحی در ژاپن بودند و اونجا شناسایی شدند و به آمریکا منتقل شدند 5 مورد جدید در ایالت کالیفرنیا شناسایی شده و همونطوری هم که اشاره کردی نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کرد که احتمالا از 6 هفته پیش این ویروس در آمریکا فعال بوده شناسایی نشده و این باعث شده که الان احتمالا طبق این گزارش که تایید نشده 1500 ناقل یا فرد بیمار در ایالت واشنگتن در جنوب غربی آمریکا وجود داشته باشه خب اینا که گفتی خشایر حاوی نکات بسیار تازه دیگری هم بود سپاس ولی به فراتر از آمریکا هم نگاهی داشته باشیم که در بیرون از چین خواستگاه کرونا جدید تحولات نگران کننده اتفاق افتاده در واقع در 66 کشور جهان که به این ویروس آلوده شدند حدود 90 هزار تن مبتلا به این ویروس هستند کشورهای تازی هم به این فرست افسوده شدند به مانند ارمنستان و جمهوری چک و جمهوری دومینیکن درسته؟ همینطور هست در جمهوری چک میتونم اشاره کنم که سه نفر شناسایی شدن به عنوان افرادی که مبتلا هستن به ویروس کرونا جدید دو چکی و یک آمریکایی و گفته شده هر سه اینها از ایتالیا به ایتالیا سفر کرده بودند ایتالیا یکی از کانونهای بحران هست در رابطه با این بیماری آخرین آماری که من در رابطه با ایتالیا دیدم که 1694 بیمار شناسایی شدند که 34 نفر از اونها جانشون را از دست دادند در شمال ایتالیا ایتالیا جزء کشورهایی است که دولت آمریکا از اتباع خودش خواسته که در مناطق به مناطق آلوده در اون سفر نکنند برخلاف ایران که من ورود گذاشتم برای افرادی که 14 روز گذشته در ایران بودن اجازه ندارن به آمریکا بیان مگر اینکه یعنی شرفنده آمریکا باشن این محدودیت شامل ایتالیا و کره جنوبی نشده که دیگر کانون گسترش این بیماری هست در کره جنوبی گفته شده که تعداد موارد بیماری 3730 نفر اعلام شده که 21 نفر از اینها جانشون رو از دست دادند جالب اینجاست که در کره جنوبی در روزهای گذشته صحبت از این میشد که مخفی کاری یک فرقه مذهبی باعث شده که این دولت نتونه شناسایی کنه به موقع و این گسترش پیدا کنه به خصوص بیمارانی که در مراسم این فرقه در کلیسا این فرقه شرکت می‌کردند باعث شدن که گسترش پیدا کنه و برای همین مقام های قضایی در کره جنوبی برای رهبر این فرقه آقای لیمانهی هی و یازده نفر دیگر حکم بازداشت صادر کردند تا تحقیقات در این باره انجام بشه و در آسیا همینطور اشاره کنم که در ژاپن هم تعداد مبتلایان شناسایی شده 946 نفر هست که گفته شده 8 نفر از این افراد جانشون رو از دست دادند یک اشاره دیگه به اروپا بکنم که در آلمان و در فرانسه هر کدام از این کشورها تعداد مبتلایان شناسایی شده به 130 نفر افزایش پیدا کرده سپاس فراوان خشایر با خشایر جنیدی صحبت میکردم اینهایی که خشایر جنیدی در واشنگتن صحبتش رو کردیم در باید شیوع کرونا در آمریکا و جهان بود اما ایران همچنان یکی از کانونهای گسترش این ویروس هست که اونوش جهان سخنگوی وزارت بهداشت ایران تازه ترین آمار دولتی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را اعلام کرد که بر آن شمار مبتلایان در ایران به حدود هزار تن رسیده و 54 تن نیز تا کنون بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا آمار مبتلایان را 978 تن اعلام کرده است. از همکارم سیاوش اردلان که خبرهای کرونایی را دنبال می کند پرسیدم وضعیت ایران در مورد برخورد با کووید 19 اکنون چطور است؟ نقطه میشه گفت نیمه پولی لیوانی که در این میان دیده میشه ورود هزاران کیت جدید تست تشخیص کرونا است که ایران قبلا با کمبودش مواجه بود و همین مسئله باعث شده بود که خیلی از مراجعین به بیمارستان ها نتونن خدمات لازم رو بگیرند و این روند تایید کسانی که مبتلا به کرونا هستن خیلی کند باشه نزدیک به سی هزار تست کیت جدید تست رو ایران از چین دریافت کرد مقادیر زیادی رو هم سازمان بهداشت جهانی در اختیار ایران قرار داد به واسطه چرخش ها در موزگیری آمریکا یک ذره الان تر شد برای ایران که بتونه تجهیزات و امکانات لازم پزشکی رو دریافت بکنه برای همین در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که سرویس بهتری بتونند به مراجعین و مزدونین به داشتن کرونا در شهرهای مختلف بدن مخصوصا که لازم نیست فقط تمام موارد ابتلا به کرونا در یک آزمایشگاه مرجع در تهران تایید بشه خود استان ها هم حالا این کیت ها رو خواهند داشت ولی از طرف دیگه مثل دیروز شاهد این خواهیم بود که موارد ابتلا به کرونا و تعداد فوتی ها خیلی بیشتر و بیشتر بشه و این در اون تعامل بین عینی و ذهنی جامعه شاید مستربتر و نگرانتر بشه و یا شاید اینکه عادت بکنند به این شرایط جدیدی که براشون پیش اومده مخصوصا در حوزه تمیزکاری و شستن دست و رایت و نکات ایمنی و هم طرف دولت در شستشو خیابون ها و نافگان های عمومی و حمل و نقل که الان تقریبا دیگه به امر روزمره تبدیل شده خب سیاوش همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی با توجه به اینکه ایران کیت های بیشتری برای تست کردن دریافت کرده و آموزش های بیشتری هم در اختیار مردم گذاشته میشه مسئولان و مقام ها چقدر میتونن از سرعت توسعه این ویروس کم بکنن به نظرت؟ چقدر میتونه توسعه سریعش کم بکنه محل بحثه ولی احتمالا اگه نگاه بکنی به روندهای جهانی جلوی شویه کرونا رو نمیگیره سازمان بهداشت جهانی در آستانه همه شدن جهانی اعلام کردن همگیر شدن جهانی کرونا هستش و در همه کشورها دیگه مسئله نیست که آیا کرونا شیو پیدا خواهد که بلکه کی کرونا شیو پیدا خواهد که در آمریکا اولین مورد تلفات رو داشتیم در اروپا هم ناگهان جهش موارد رو میبینیم در ایران هم که الان میدونیم تعداد مبتلایان احتمالا خیلی بیشتر از تعدادی هستش که اعلام میشه همین مسئله هست بنابراین این تدابیر الان جواب نمیدم و کافی نیستن ولی بحث مثل همه جای دیگه خرید وقت و زمان هستی شما هر چقدر بتونین شیوع گسترده کرونا رو به عقب بندازین میتونین زیر پزشکی خودتون رو آماده بکنین که بتونه به تمام افرادی که دچار علائم حاد کرونا میشن و درصد بالایی که احتیاج به درمان و آزمایش دارن سرویس بدین و اون نظام پزشکی شما به خاطر این مراجعین زیاد دچار فروپاشی نشه و نتونه سرویس بده به کسایی که واقعا نیازمندن یا در برآورد ابعاد مسئله و تعداد مبتلا و تعداد فوتی ها دچار اشکال بشه ولی اینم از کرونا بود در ایران که با سیاش اردان صحبت کردن ویروس کرونا همه چیز را مختل کرده از جمله زندگی اجتماعی را در ایران حتما توجه کردید که این روزها دیگر روبوسی و دست دادن ها کمتر شده و کلا ارتباطات اجتماعی زیر سایه ویروس کرونا مانده در گفتگو با سعید پیوندی و استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس فرانسه و کارشناس آموزش عالی گفتم خبرهای مربوط به ویروس کرونا قطعا روی روحی مردم تاثیر میذاره به حالا که بسیاری خانه نشین شدند مدارس تعطیل مرکز عمومی بسته و سرگرمی زیادی برای بچه ها وجود نداره و خبرها غالبا بده، در چنین شرایط پدر مادرها بزرگترهای خانواده چه کار میتونن بکنند برای جلوگیری از ایجاد ترس و نگرانی بیشتر در میان بچه ها و راهنمایی درستی آنها بزرگترین اشتباهی که پدر مادر رو میتونن بکنن اینه که واقعیت ها رو از بچه ها پنهان بکنن و به این خاطر که اونها شاید سن و سالشون کمه نخوان چیزی رو بهشون بگن یا بخوان در واقع واقعیت ها رو طور دیگه ای جلوه بدن این اشتباه بزرگیه که خانواده ها میتونن مرتکب بشن چون میشه به زبان ساده برای بچه‌ها خیلی از ابعاد واقعیت جدید را گفت و گفتش که به چه جهت در خونه باید موند چرا در واقع حفاظت از خودش یک فرد و همینطور به خاطر ندادن این ویروس به دیگران و اهمیت در واقع سلامتی دیگران چرا همه اینا از در واقع حساسیت خاصی برخورداره و به همین دلیل هم باید در خانه موند یه چیز دیگه ای که در بحث های این روزها در مورد پدر مادر رو به چشم اینه یعنی که خیلی موقع پدر مادرها فکر میکنن که بچه ها در حقیقت میتونن به همون فعالیت‌های عادی گذشته ادامه بدن مثلا با, با کامپیوترشون یا با بازی ویدیوشون بازی بکنن و سرشون گرد بشه پدر مادر باید وقت زیادتری برای بچه ها در این شرایط بذارن برای اینکه بتونن هم به اونا در واقع اطمینان خاطری بدن و اونا اون ترس درونی که به طور طبیعی بهشون منتقل میشه رو به کمکش برن و بتونن بچه رو در واقع اون در شرایطی قرار بدن که به راحتی باشون حرف بزنه و از طریق این سرگرمی ها بازی ها و دیالوگ ها یه نوع رابطه نزدیک بین پدر و مادر برقرار بشه و بچه در تنهایی خودش در سکوت خودش و در خاموشی در واقع ترسی را زندگی نکنه که بیشتر میتونه نتیجه تخیلش باشه و حتی خیلی بیشتر از اون باشه که واقعیت این بیماری در امروز هستش. وقتی که واقعیت های بیماری رو به بچه ها توضیح میدن بزرگترهای خانواده به نظرتون روحیهشون آسیب نمیبینه برای بهبود روحیه کوچکترهای خانواده بزرگترها چه کار میتونن بکنن توصیهتون چیه من فکر میکنم که در حقیقت مسئله اصلی نشان اینه که چرا ما با حفاظت از خودمون و تلاش برای عدم انتقال این ویروس به دیگران مشارکت میکنیم در شکست دادن سریع این ویروس و عدم گسترش آن در سطح جامعه یعنی باید بادید مثبت در واقع به سراغ این تجربه اون چیزی که همجوری گفتم میتونه در واقع خیلی منفی باشه اینه که ما پنهان بکنیم و سعی کنیم رو چیز دیگه ای نشون بدیم بخاطر اینکه بچه‌ها وحشت نکنن ما باید به اونا نشون بدیم که با در واقع مبارزه درست با جلوگیری از گسترش ویروس نه تنها خانواده بلکه دیگران هم میتونن از این در واقع معرکه جامع سالم به در ببرن و اهمیت داره که این کار انجام بشه من همجوری گفتم نزدیک بچه بودن باهاش صحبت کردن تلاش برای اینی که ما از اونچه که در درونش میگذره آگاه باشیم به خصوص با سرگرمی هایی که بهش پیش بهشون پیشنهاد میکنیم و با در کنارشون بودن این اطمینان خاطر رو باید بهشون بدیم که اینا مورد حفاظت هستن حمایت میشن از طرف خانواده و از طرف برحال اون شبکه بهداشتی که در کشور وجود داره و همه در صدد اینن که در مقابله با این ویروس بتونن هر چه زودتر در واقع دامنه ضررات زر... در واقع ضررهای زر... این ویروس رو محدود و محدودتر بکنن و حالا که بنا این وضعیت خانواده ها مجبورن در واقع وقت بیشتری رو کنار هم باشن با هم بمونن بدون دسترسی به امکانات تفریحی بگذرونن به نظر شما چطور میتونن از این فرصت برای نزدیکتر نزدیک شدن به همدیگر استفاده کنند بازی های دست جمعی صحبت کردن کتاب خوندن یا همه فعالیت هایی که شاید در دوره عادی زندگی کمتر مورد توجه پدر مادر را قرار می گرفت در این فرصت در واقع میتونه دوباره تبدیل بشه به یک سرگرمی که بسیار مطلوب هست برای خانواده ها. همین الان وقتی که نشون میدن خانواده هایی که در قرنطینه هستن در فرانسه در ایتالیا یا در جای دیگه و نشون میدن پدر مادرایی که خیلی مسئولانه برخورد میکنن وقت زیادی میذارن برای اینکه برای مثال کتاب های داستان با بچه هاشون بخونن فیلم با بچه هاشون ببینن بازی کنن با بچه هاشون بازی های مختلفی که میتونه جمعی باشه و فعالیت هایی که در واقع بچه ها هم بچه ها رو سرگرم بکنه و هم به بچه ها نشون بده که در اینجا هم مورد حفاظت و حمایت کامل خانوادهشون هستن صحبت های بسیار جالب عزیز من سید پیوندی بود استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس فرانسه واقعیت رو براتون بگم که در این مورد دیدگاه چندانی فعلا از شما دریافت نشده همچنان چشم به راه دیدگاه شما هستم اما از خود ایران بشنویم از روزمه صبح امروز تهران با فرشته غازی. بررسی روزنامه تهران رو می‌کنیم میکنیم با معلولیت رسانه ای تا که از ایران سیاست گذار و تجربه جهانی کرونا از دنیای اقتصاد و دو قطبی هایی که عاقبت ایان شد از مستقل خانم قاضی روزنامه ایران اصطلاح بسیار جالبی رو به کار برده معلولیت رسانه ای در ایران هست در واقع موضوع این مطلب که خواستار تجدید نظر اصلی شده در سیاست رسانه ایران در چه زمینی دقیقا؟ نوشته که رسانه رسمی کشور یعنی ایران در وضعیتی نیست که نیازهای ارتباطی و رسانه ای مردم را حتی در شرایط عادی تامین کنه چه برسه به اینکه چنین وظیفه ای رو بخواد در شرایط حاد انجام بده این ناکارآمدی منجر به این نتیجه میشه که مردم تشنه کسب خبرها و اطلاعات درست و به انگام بشن و از این رو به سوی استفاده از سایر رسانه‌ها گام بردارن که در رأس اونها و مهمترینشون الان شبکه های اجتماعی روزنامه دولتی ایران به این سوال پاسخ داده که چرا مردم از رسانه رسمی در ایران منزجر شدند و پاسخ داده که به این دلیل که یا حقیقت رو نمیگن یا همه حقیقت رو نمیگن یا بعضا اصلا خلاف حقیقت هم گفته میشه روزنامه دنیا اقتصاد به نکته بسیار مهم اشاره کرده که راه حل فوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وجود نداره و ما دنیا برای جلوگیری از اون محله ها و حتی شهرها رو قرنطینه میکنه اما ایران این کار رو نمیکنه چرا رضا خسروی همونطور که اشاره کردی توی این بحثی که مطرح کرده و سوال هایی که پرسیده سوال اصلی که طرح کردی اینه که چرا سیاست گذار راه حل مورد توافق بین المللی و تقریبا دقیق رو انتخاب نمیکنه و تا لحظه آخری که مجبور نشه سیاست پیشگفتی خود رو تغییر نمیده منظورش این هستش که در تمام دنیا وقتی که راه حل فوری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وجود نداره و به این زودی ها هم شاید دنیا نتونه دارویی مقابله با اون رو به دست بیاره و همه دنیا داره قرنطینه میکنه در ایران سیاست گذار این راه رو نمیره و این موضوع هم تر شده که ویروس کرونا وضعیت دو قطبی در جامعه ایران رو نشون میده و مربوط به حاکمیت و مسئولین هست چنین وضعیتی روزنامه مستقل در این باره دقیقا چی میگه؟ حاموز شریفیان در همین روزنامه معتقده که به طور کامل این دو قطبی رو میشه در رفتارهای مسئولین و حاکمیت دید جامعه هنوز به آمارهایی که از سوی دستگاه های حکومتی اعلام میشه باور نداره راه خودش رو میره و برخی از حکومتیون هم راه خودشون رو در واقع به اون راهی که بیشتر مردم باور دارن ملحق کردن اما تعدادی از سایر همکاران اونها در بدنی حکومت راه خود را از مردم جدا کردن آقای شریفیان نوشته که وقت اون رسیده که مسئولین دریابن روش اونها در قبال این بیماری ناکارآمد و غیر اجراییه و بهتره برای مقابله با این ویروس دست کمک به سوی سایر کشورها از جمله کشورهایی که استانداردهای اونها ثابت شده دراز بکنند خب دینگونه با فرشته قاضی از نگاه روزمهای های صبح امروز تهران به موضوع کرونا هم آگاه شدیم که این روزها زندگی شما رو بویژه در ایران مختل کرده مسلماً دیدگاه های شما هست که این موضوع رو روشنتر خواهد کرد نظر شما در مورد تمهیدادی که تا کنون برای جلوگیری از گستردگی ویروس کرونا گرفته شده چیه خود شما با بهرهوری از چه روش هایی جلوی گسترش ویروس رو میگیرین و شوی این ویروس تا کجا در زندگی شما نقشی داشته و چگونه با اون دست و پنجه نرم میکنین نظر بدین تا شنیده بشین دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی ات بی بی سی دو سفر و چهار سی و هفتاد چهارصد و دوازده بیست و دو بیست و دو گوش به زنگ نظرت شما هستم و ما دولت یونان اعلام کرده که روند بررسی درخواست های پناهندگی را به حالت تعلیق در میآورد به گونه‌ای که دولت می تواند هر کسی را به طور غیر مجاز وارد این کشور شده بی درنگ از این کشور اخراج کند این اقدام در پی چند روز درگیری در مرز با ترکیه اتخاذ شده چندین هزار مهاجر در مرزهای ترکیه تلاش می کنند که وارد یونان شوند در حالی که ترکیه اعلام کرده که دیگر جلوی مهاجرانی را که نخواهند در این کشور بمانند نمیگیرد تا به سوی اتحادی اروپا بروند اما ریشه ماجرا در سوریه است در درگیری های خونین اخیر در استان ادلب سوریه یک گروه ناظر بر مناقشات سوریه گفته که حملات پهپادی ترکیه 19 تن از سربازان دولتی سوریه را کشته است موضوع عملیات نظامی ترکیه ابعاد گوناگون دارد یکی از این ابعاد این است که ترکیه از ناتو میخواهد که به دادش برسد چون امنیتش در خطر است از سوی دیگر دهها هزار تن همونطور که گفتیم از مهاجران این کشور را به یا مرزهای اتحادیه اروپا باز کرده راه آنها را از جواد طالعی تلگیر مسائل جهان عرب در بن آلمان پرسیدم آیا این فشارها نهایتا بار خواهد داد و ناتو وارد ماجرای سوریه خواهد شد یا نه با توجه به آلودگی های فعلی ناشی از ویروس کرونا ترسی در جوامع غربی ایجاد کرده که با ورود مهاجرین میتونه این وضعیت آلودگی تشدید بشه و کنترلش رو بسیار دشوارتر بکنه به همین دلیل هست که میبینید در مرز یونان به ترکیه نیروهای یونانی با پرتاب گاز اشکاور و انواع وسایل مختلف سعی کردن جلوی ورود مهاجرین رو بگیرن ترکیه از این در واقع موضوع به عنوان یک اسلحه استفاده میکنه برای اینکه هم ناتو و هم اتحادیه اروپا رو مجبور بکنه که ازش در جنگ علیه سوریه که میتونه به جنگ علیه ایران هم منتهی بشه یا حتی به جنگ علیه روسیه بی انجامه کمک بکنن بهش و در این حال آقای طالعی از اظهارات مقام بلندپایه ترکیه کاملا پیداست که تا حد زیادی نگران واکنش روسیه هستند هرچند دیروز وزیر دفاع ترکیه تاکید کرد که کشورش قصد تقابل با روسیه رو نداره موضع روسیه رو چطور ارزیابی میکنین و چرا تا کنون کار خاصی نکرده به شما من تصور میکنم که روسیه خواستار پایان دادن به بحران سوریه به نفع بشار اسد هست به خاطر اینکه تمام سرمایه که در این ده سال و نه سال گذشته صرف جنگ سوریه کرده باید زمانی به بار بنشینه به خاطر همین چالش بین ترکیه و سوریه میتونه خیلی شدید به درگیری و تنش بین ترکیه و روسیه منتهی بشه درست است که ترکیه توضیح میده که ما خواستار درگیری و تنش با سوریه نیستیم ولی در عمل این حرکتی که در حال حاضر انجام شده از طرف ترکیه نمیتونه به تنش با روسیه منتهی نشه مگر اینکه پیشنهاد تشکیل به سلان نشست آستانه هرچه سریعتر تحقق پیدا بکنه یعنی ترکیه روسیه و ایران که این به صلاح نشست آستانه رو تا حالا پیش بردن دوباره با هم بنشینن و چارجوی کنن برای رفع خطر بسیار بسیار دشوار است خب پس از زاویه دید ایران هم به این موضوع نگاه بکنیم بعد نیست آقای طالعی همین دیروز مراسم خاک سپاری 21 تن از نیروی خارجی وابسته به نیروی قدس سپاه در شهر قم برگزار شد 21 عضو افغانستانی و پاکستانی تیپ های فاطمیون و زینبیون سپاه که در عده به سوریه کشته شدند در این حال مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه بیانیه تهدیدآمیز منتشر کرده میگه مراکز ارتش ترکیه در تیرسش هست و از ترکیه خواسته که از چیز چیزی که رفتارهای ناپسند نامیده خود داری کنه فکر میکنین ایران چقدر در این ماجرا درگیر شده یا میخواد بشه ترکیه ادعا میکنه که 22 گروه شپ نظامی وابسته به ایران از طرف ایران تجهیج شدند و ادلب رو از جانب جنوب شرق و غرب مورد هجوم قرار دادن و پیشروی میکنن که ادلب رو بگیرن از دست مهاجمینی که یا گروه های اسلامگرایی که دست نشانده در واقع ترکیه هستند به این ترتیب ما شاهد یک جنگ نیابتی بین ایران و ترکیه هم هستیم در سوریه و بسیار شرایط خطرناکی پیش اومده احتمال درگیری بسیار زیاد هست گزارش که امروز رسیده خیلی تکان دهنده است یعنی خبر از یک جنگ تمام عیار و بسیار خشن میده در واقع گفته شده که تعداد زیادی تانک 103 تانک در شود که یک هواپیمای بی خلبان و هشت هلیکوپتر ارتش سوریه در همین 48 ساعت گذشته از طرف ترکیه به منهدم شدن و این هم آماری است که از یک جنگ بسیار دامنگستر حکایت میکنه چقدر این آمار دقیق هست یا نیست نمیدونیم این آماری است که خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرده به نقل از ارتش ترکیه در واقع با توجه به همه این مسائل خطر درگیری بین ایران و ترکیه اوج گرفته ما میدونیم که ایران و ترکیه یک مناسبات دوگانه و در هم پیچیده ای داشتن در سالهای گذشته از یک طرف اغلب سعی کردن مناسبات اقتصادی بهتری با هم داشته باشند و ایران هر جایی که با فشارهای تحریم و اقتصادی ناشی از تحریم مواجه شده سعی کرده میزان مبادلات بازرگانیش رو با ترکیه بالا ببره از طرف دیگه همیشه یک تنشهای معتدلی بین ایران و ترکیه مثلا بر سر پیجاک کردهای به صلاح ایرانی در خاک سوریه و عراق و حتی مرزهای ترکیه همیشه یک سری تنش بین ایران و ترکیه وجود داشته در حال حاضر به نظر میرسه که اگر این اطلاعاتی که ترکا دارن میدن جدی باشه یعنی 22 گروه شپ نظامی تجهیز شده از طرف ایران در حوالی ادلب باشن ما باید انتظار یک جنگ بزرگ رو در اونجا داشته باشیم توضیحات جواد طالعی بود تحلیلگر مسائل جهان عرب در بن آلمان در همین مورد محمد رضا نوشته که ترکیه از پناهجوها به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه شما میتونید نظر بدین که در ادامه برنامه حتما مفصلا به نظرات شما خواهیم پرداخت در این بامداد دوشنبه دوازدهم اسفند دوم مارس که حالا داریم نزدیک میشیم به نیمی برنامه در واقع سرخط مهمترین خبرهای جهان و ایران رو براتون بخونم دانشمندان در ایالات متحده آمریکا میگویند ممکن است ویروس کووید 19 ظرف 6 هفته گذشته در ایالت واشنگتن در حال گسترش و تکثیر بوده و تا کنون حدود 1500 تن را آلوده کرده است. نخستین تشخیص مثبت ویروس کرونا در ایالت نیویورک آمریکا هم به ثبت رسیده زنی که حامل این ویروس شناسایی شده از ایران به آمریکا برگشته و به گفته مقامها اکنون در خانه خودش ایزوله شده است و دولت یونان اعلام کرده که روند بررسی درخواست های پناهندگی را به حالت تعلیق در می آورد به گونه ای که دولت می تواند هر کسی را به طور غیرمجاز که به طور غیر وارد این کشور شده اند بیدرنگ اخراش کند خب اینها تا نیمی نخست برنامه امروز بود که یک نیمی دیگر هم داریم البته خوشبختانه مسلما از پیامدهای توافق صلح آمریکا و طالبان افغانستان هم خواهیم گفت و از انتخابات دیروز مجلس تاجیکستان به همین دلیل قرار با دوشنبه ارتباط زنده داشته باشیم و بعد از اونم با دوشنبه ارتباط داریم بازی ورش محمد که تازه های موسیقایی رو به زینها ها و قلب های ما خواهد رسوند از دو سویام خوب. از دو سوی آمو گفتم تا حدود 17 دقیقه دیگر با ما خواهد بود امیدوارم که با ما بمونید همچنان با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن یک روز پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان افغانستان و آمریکا دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که دولت او هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای بین افغانی صلح نیست این در حالی است که در توافقنامه صلح اخیر میان آمریکا و طالبان افغانستان که دیروز صحبتش رو داشتیم مشخصا در شده که قرار است 5000 زندانی طالبان در برابر 1000 اسیری که طالبان در اختیار دارند مبادله شوند. همکارم نسرین نوا از کابل از پایتخت افغانستان همین حالا در ارتباط زنده با ماست نسرین این تناقض میان اظهارات رئیس جمهور افغانستان و چیزی که در توافق میان آمریکا و طالبان ذکر شده چطور میشه این رو توضیح داد؟ در واکنش به گفته های آقای غنی که دیروز در رابطه به رهایی زندانیان طالبان گفت آمریکا هم حرفی زده آقای غنی گفته که این در سلاحیت آمریکا نیست و نمیتونه پیش شرط مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان باشه بلکه میتونه در میز مذاکره با طالبان و دولت افغانستان حل بشه یعنی کلا رد کرده یک بخشی که در توافق نامه آمده اما در مقابلش معلوم میشه که دولت آمریکا و افغانستان اینجا به یک تنش برخوردن خیلی راضی نیستن و یک مخالفتی ایجاد شده چون که آقای پومپو وزیر خارجه آمریکا هم شب گذشته حرفای آقای غنی رو در این مورد رد کرد و گفت که حالا مردم حرفای زیادی خواهند زد سر و صداها زیاد خواهد بود هر کسی به خاطر جلب توجه و دیده شدن در رسانه ها رقابت میکنه اما مهم اقدامات ما هست منظورش این بود که مهم اینه که در نهایت آمریکا چیکار میکنه و چه تصمیمی میگیره ولی دولت افغانستان همچنان مصمم هست تا حالا در مورد گفته آقای مایک پومپو نظری نداده ولی تا دیروز اطمینان و قاطعیت در گفته های آقای غنی و همچنین مشاور امنیت ملی افغانستان واضح بود که حاضر نیستن قبل از شروع مذاکرات با طالبان دست به آزادی زندانیان طالب بزنن که در کنار اینکه گفتن صلاحیت دولت افغانستان هست آقای غنی گفت آزادی زندانیان در ده روز که حالا هشت روزش باقی مانده به تعداد پنج هزار ممکن نیست از لحاظ فنی و تکنیکی هم و این زمانبر هست و فعلا چنین کاری نخواهند کرد که البته با واکنش های بیشتر مثبتی از طرف مردم روبرو شد دقیقا راجع به واکنش ها صحبت خواهیم کرد و این رو هم بگم که یکی دیگر از نکات تفاوتی که بین این توافق نامه و صحبت های آقای غنی بود این بود که ایشون در گفتگوی که با سی آمریکا داشت این رو گفت که این رو به هیچ وجه این توافق نامه رو نمیشه پیروزی طالبان بر آمریکا عنوان کرد که این صحبت هایی بود که آقای شیر محمد استنگزی مذاکره کننده ارشد طالبان در این گفتگوها مطرح کرده بود ولی از واکنش ها بگیم واکنش ها در خود افغانستان نسرین اگر این بند از توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان اجرا نشه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این داستان از دید کارشناسان در افغانستان راستش چون توافق نامه 18 ماه مذاکره بین آمریکا و طالبان بوده و معلوم میشه که این توافق یک توافق نامه جدی هست هر دو طرف متحد هستند همونطور که طالبان هم گفتن و آمریکا هم از طالبان خواست که به تمام بندهای این توافق نامه تعهد نشان بدن و این توافق نامه باید عملی بشه ولی خب تنشهای های فعلی نشان میده که دولت افغانستان حاضر نیست فعلا به این بند تعهد داشته باشه و فکر میکنه که نبا و جزی از توافق نامه بین آمریکا و طالبان بود بلکه باید بین طالبان و دولت افغانستان حل می شد اما در کنار دولت مردم هم عدی زیادی نشان میدن که از آزادی زندانیان به این تعداد زندانیان طالبان قبل از اینکه موضوع و مشکل بین افغانستان و طالبان حل بشه به جنگ خاتمه داده بشه آتش بس بشه منصفانه نیست و از اینکه آقای غنی واکنشی داشته خوشحال هستند ولی اجرای تمامی بندهای این نامه یکی از الزامات هست تا اینکه ما بتونیم به مراحل بعدی بریم طالبان بارها تاکید کردن که اگر نیروهای آمریکایی خارج نشن اگر بندهای توافقنامه نامه مثل آزادی زندانیان صورت نگیره ممکن نیست که مذاکرات بین الافغانی شروع بشه یعنی مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان ده. که هر دو در یک تاریخ معین در ده مارش گفته شده که قرار هست این مذاکرات آغاز بشه و 5000 زندانی هم تا وقت آزاد بشن ولی با اینکه دولت گفته حاضر نیست این کار را هنوز مشخص نیست که آیا این مذاکرات در دهم مارس صورت خواهد گرفت یا نه خواهیم دید و احتمالا بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد نسرین نوا در کابل سپاس گذارم که با چشمانداز بامدادی بی بی سی صحبت می کردی و اما دیروز در تاجیکستان انتخابات سراسری برگزار شد در همسایه شمالی در کشوری که در شمال افغانستان هست برای انتخاب نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی انتخاباتی بود کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان دیروز اعلام کرد که بیش از 75 درصد واجدان شرایط رای دهی پای صندوق های رای رفته اند بنا به داده های رسمی تا ساعت سه بعد از ظهر دیروز 3 میلیون و هفتصد تن در تاجیکستان و بیرون از آن رای دادن برای بررسی این موضوع یک راست برویم به دوشنبه پایتخت تاجیکستان همکارم سهراب زیا با ماست سهراب صبح شما بخیر 75 درصد در واقع رقم بسیار بزرگی حالا صادقان باید بگم که من خودم به عنوان شهروند تاجیکستان رأی ندادم البته این دلیل نمیشه ولی آیا به راستی دیروز مشاهده میشد که میزان مشارکت در انتخابات بدین اندازه بالا بوده دورش باید در نظر گرفت که 75 درصد میزان مشارکت مردم تا ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 5 ساعت قبل از پایان انتخابات است. و حتما امروز که نتایج مقدماتی انتخابات رایگیری اعلام خواهد شد حتما شاید این میزان مشارکت یک،, یک کمی بالا برود آن چیزی که ما در مراکز رایگیری دیروز مشاهده کردیم در شهر دوشنبه در ساعت اولیه و همینطور تر طول روز افراد می رای می دادن. ولی در مرکزهای رایگیری صدای موسیقی بود مردم بسیار خوشحال بودند ولی اینکه میزان مشارکت در دوشنبه یا در شهرهای دیگر از 75 یا از 80 درصد بالا باشد باید نگاه کرد و دید که اون نتایج رسمی که امروز قرار است نتایج اولیه اعلام شود چی را نشان خواهد داد به هر حال رایگیری در تاجکستان دیرو ساعت هشت, هشت شب وقت محلی به پایان رسید با. بختیار خدای رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که تا شام دیروز هیچ موارد قانونشکنی در مورد انتخابات به این کمیسیون وارد نشده و به گفته او انتخابات شفاف و آشکار برگزار خب این صحبت های معمولی است که همیشه در پی انتخابات تاجیکستان تکرار میکنن که هیچ نقض قوانین انتخابات نبوده ولی اگه خیلی کوتاه بفرمایید سوراب که چه انتظاری از نتایج این انتخابات میره آیا واقعا میشه یک چیز غیر عادی رو منتظر بود به نظرم نه چون اکثریت بر این عقیدهان که پیروز این انتخابات با هم حزب حاکم خلق دموکرات بود تنها نکته بحث برانگیز یا چالش برانگیز در این انتخابات حضور حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود باید در نظر گرفت که در انتخابات پنج سال پیش این حزب تنها نیم درصد رأی مردم را به دست آورده بود و حالا نکته که شاید به این حزب تمام بشود این فراخوان پیمان ملی تاجیکستان از طرفدارانش برای دادن رای خود به حزب سوشال دموکراتی تاجیکستان بود ولی باز هم باید تا بعد از ظهر امروز منتظر شویم و ببینیم که نتایج اولیه‌ی که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام میکند چی هست و خوشبختانه شما رو خواهیم داشت در برنامه های خبری تلویزیون بی, بی, بی سی فارسی سپاسگزارم سهراب زیاد به همکارم در دوشنبه صحبت میکردم در همین مورد اسکندری نوشته که 75 درصد رقمی دور از ذهن و خیلی خیلی عجیبه ولی اتفاق اونجا افتاده اونطوری که ارقام رسمی میگه اما چند خبر کوتاه دیگر از ایران در یک نگاه با محمد صباهی یک روز پس از آنکه تلویزیون ایران در گزارشی گفته بود که فروشگاه اینترنتی دیجیکالا 5 میلیون ماسک احتکار کرده، سازمان تعزیرات حکومتی ایران این فروشگاه آنلاین را به اختفا و گران فروشی متهم کرده است. مسئولان دیجیکالا گفتند که موجودی ماسک این شرکت در انبارهایشان حدود 50 هزار عدد است که آماده ارسال به مشتریان بوده. بنا به گفته دیجیکالا 8000 مشتری این ماسک ها را خریده بودند. با توجه به ضبط این ماسک ها دیجی گفته پول مشتریان را با آنها باز خواهد گرداند وزارت خارجه بریتانیا بستگان و تعدادی از کارکنان سفارت این کشور در ایران را به دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران خارج می کند. به گفته وزارت خارجه بریتانیا تعدادی از کارکنان سفارت برای انجام کارهای ضروری در ایران می مانند. این بیانیه میگوید در صورت وخیم تر شدن اوضاع ممکن است امکانات سفارت بریتانیا برای دادن خدمات به شهروندان این کشور در داخل ایران محدود شود و پس از انتشار ویدیوهایی از لیست زدن زریح زیارتگاه های مختلف در ایران در شبکه های اجتماعی مقام های قضایی استان خراسان رضوی فردی را به خاطر اقدام نامتعارف در زیارتگاه امام هشتم شیعیان در مشهد بازداشت کردند توضیح بیشتری درباره این اقدام نامتعارف داده نشده است بله خبر کوتاه ایران رو شنیدیم و در همین حال من داشتم مرور میکردم پیام های بسیار زیادی که از شما دریافت کردم مثلا محمد باقر نشته چه خوب بود که رهبری به تأسی و الگو گرفتن از رهبر طالبان یک دیدار فوری با رهبران آمریکا و اسرائیل تدارک میدید تا شاید اندکی از دردها و بحران ایران فروکش کرده و ایران توان بیشتری برای مقابله با کرونا می این نظر محمد باقر بود میم نوشت که در رابطه با آگاهی دادن به فرزند در رابطه با کرونا که بیشتر صحبتش رو داشتیم مسئله سن مطرح هست کودکان چهار تا دوازده سال یه جورایی باید آگاه بشن از این موضوع و دوازده به بالا باید کاملا و ساده در این مورد آگاه بشن و دربارش باید با اونها صحبت کرد ناصر نوشته که ترکیه به سوریه تجاوز کرده است و مشکلاتی برای خود به وجود آورده و این در صورتی است که به راحتی میتوان حقوق کردها را به رسمیت بشناسد و آنها را بخشی از ملت ترکیه بداند و از حقوق شهروندی آنان حمایت کند که هزینهش اش هم کمتر از جنگ از نظر ناصر هست از فیسبوک هم حتما بخونم که از این در واقع نظر بسیار امیدوارکننده مجید شروع بکنم که میگه صبح همه هموطنان عزیزم به خیر و شادی و سرشار از انرژی مثبت باد امیدوارم اینطور بشه اسکندری گفته که متاسفانه بیشترین دلیل شیوع این ویروس ویروس کرونا سفر مبتلایان هست و از شانس بد این ویروس خودش رو در بدن شخص شخص مبتلا دیر نشون میده یعنی در واقع دوری نهفتگیش خیلی بیشتر هست و آزاده گفته که شوی کرونا تمرین خوبی بود برای دنیا برای روزی که بدتر از کرونا بیاد به قیمت گذاف این هم نظری از آزاده بود حالا سری بزنیم به دنیای ورزش که خبر اولش خبر نارد کننده است سیامند رحمان نامی است که در تاریخ وزن برداری پارالمپیک ماندگاره اما این استوری وزن برداری پارالمپیک دیروز درگذشت اون هم در سن 31 سالگی سیامند رحمان قهرمان معلول سنگین وزن جهان و پارالمپیک به دلیل ایست قلبی دیروز چشم از جهان بربست او دو مدال طلای پارالمپیک 2012 لندن 2016 ریو پنج مدال طلا و یک نقره مسابقات قهرمانی جهان را در اختیار داشت خبرهای ورزشی رو از همین موضوع آغاز کنیم با کاوی مشکات سیامند رحمان دیروز در شهر محل سکونت خودش یعنی اشنویه در آذربایجان غربی دچار حمله قلبی میشه ولی پیش از رسیدن به بیمارستان به دلیل ایست قلبی جان خودش را دست میده بالاترین رکورد های پارولمپیک و رکورد های جهانی ورزش ورزش برداری قدرتی معلولان در اختیار آقای رحمان هست اون این روزها خودش رو برای شرکت در پارولمپیک توکیو آماده میکرد و به یاد داشته باشیم که سیامند رحمان دو مدال طلای پارالمپیک ریو و لندن رو در اختیار خودش داره در پارالمپیک لندن موفق شد وزنه 280 کیلوگرمی رو مهار بکنه و بالای سر خودش ببره و مدال طلا بگیره و در پارالمپیک ریو در واقع میتونیم بگیم شاهکار کرد و تونست با بالای سر بردن وزنه 310 کیلوگرمی رکورد این ورزش رو به نام خودش ثبت بکنه و سایت کمیته بین المللی پارالمپیک هم اون موقع لقب اسطوره‌ای رو به سیامند رحمان داد و ما کاوه نهایتا کرونا کارش رو کرد و بازی های باشگاهی فوتبال ایران هم تعطیل شد از این چه میدونیم؟ خبر تعطیلی لیگ ایران در حالی در واقع منتشر میشه که در چند هفته گذشته و بعد از گسترش ویروس جدید کرونا در ایران بسیاری به مسئولین ورزشی ایران انتقاد میکردند که چرا مسابقات فوتبال بعد برگزار بشه و یک مسئله اساسی هم این بود که به خاطر گستردگی جغرافیایی تیم ها و شهرهای حاضر در لیگ های ایران رفت آمد هایی که بازیکنان داشتن به فرودگاه ها و جاهای دیگه اونها رو در معرض ابتلا به این ویروس قرار میداد و همین باعث شده بود که بسیاری به این مسئله اعتراض بکنن در نهایت حالا می بینیم که فدراسیون فوتبال ایران و سازمان لیگ و همجور وزارت ورزش با این مسئله یعنی لغو بازی های لیگ برتر فوتبال و سایر لیگ های دیگه موافقت کردند. و ما در, مو در باید موضوع افغانستان که پخش کردیم فرزانه در تلگرام نوشته که چگونه اشرف غنی رژیم افغانستان صلح رو بپذیرد در حالی که طالبان میگوید دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسد و اشرف غنی کاملا درست میگوید این صلح بین طالبان تروریست از دید فرزانه و آمریکاست و ما از این به بعد از این به بعد برنامه در واقع همش ساز آواز اون هم از نوع آمویی تا سرین های موسیقی تاجیکستان و افغانستان از زیورشای محمد در دوشنبه چی در تهران باشد و چه شیراز، چه هرات و چه کابل، چه دوشنبه و چه خوجند و سمرقند و بخارا خلاص در هر کجای این کره خاکی که هستید و دوشنبه ها چشم بر و گوش به نواهای های دستوی آمو دارد از من زیورشا مجری و تهیه کننده این برنامه درود و خوش آمدید به برنامه خودتان اواخر هفته سپری شده در این وری رود آمو اتفاق های مهم افتاد اوایل مارس نخستین روز بهار در تاجیکستان انتخابات پارلمانی کشور برگزار شد و مردم پای صندوق رای رفتند تا برای پنج سالی دیگر نماینده های خود را در پارلمان کشور انتخاب کنند شاید بعضی از دوستان بگن که به برنامه‌ی موسیقی چه ربطی دارد ما که با سیاست کار نداریم اما سیاست چونان به زندگی من عجین شده که هنر شده جزوش و سیاست هم شده جزو از هنر حالا اگر اینطور نبود ما اعتراض ها را نداشتیم یکی از مطرح‌ترین اعتراض خوان‌های آمو امروز امروزها شفق سیاهپوش از افغانستان است که مدت‌ها به ترکیه پناه برده چون اعتراض کرده است شفق پیگیری رویدادهای سیاسی افغانستان است صرف نظر از اینکه کجا زندگی میکند کجا بوده کجا رفته اگر پیگیر نباشد الهامش را از کجا بگیرد شفق تازه کارش را برایمان فرستاده همراه یک پیام صوتی دور به شما و دستان در کاران برنامه خوب سوی همو. طرح اولیه را ما فرستادم با استاد فرید رستگار ولی اونا بسیار ابتکار کردند که در موسیقی فضای تپ تپ قلب هم گذاشتن این افتش او جاسازی کردن و این نمایشی تر ساختن بعد این استاد رستگار بود که برای اینکه که درد ما بیشتر بیان کنیم از موسیقی کاست کاش که اول نامش ماه هوت نمیموند و مرچن که این شیر بر ماه هوت است و در مصرایش هم است ما از این مقامی را اجرا کردیم برای همه مردم مورد پسند نباشد ولی ما این چنین اجرا کردیم و از طرف خودم و استاد فرید رستگار این آهنگ روح شاعر عزیز کشور ما استاد حفیف باختری تقدیم می روانشان شاد تشکر از شما شهر از در و خود می پیچد مرده هر کس و خودش مربوط است شهر از در و خود می پیچد درد هر کس با خودش مربوط است درد هر کس با خودش مربوط است ببین که جان دادم در آغوش خدا محمد سلیم انوری یک شنونده ای ما از شهر مشهد ایران از ما خواسته که آهنگ لاکم مکرین را برایش پخش بکنیم من <متصال> در سایه سبزی درخ قدر عزیزی از برول من مشونه بی و نه عزیزم تنینی هر من ماه من روشنی بیدی تو بر سمای من ماه من ماه من بارون سفر محمد از خواننده های نسل جوانی تاجیکستان است که اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی به بازار آمده بود. آهنگ های زیادی در اوایل سال نو میلادی در اینوری آمو به بازار ایران می شوند اما متاسفانه که ما امکان پخش همه این آهنگ ها را در برنامه از دو سوی آمو نداریم. تاهیری از های پرکار تاجیکستان نماهنگ جدیدی را با بازار ایراه کرده زیر عنوان بیتو خوبی مهیره همچنین یک پیامی صوتی هم همراه این آهنگش برای من فرستاده است. суруди бету оҳангаш астки оҳангсозони маъруфи афғонистон салом ҷовид ҳастанд ва шеъраш ҳамчунин аз шоири пурқуввати афғонистон сами ҳомид ҳастанд устоди азиз танзимгари ин оҳанг ёқубҷон абдуллоев ҳастанд наворбардори клип бахтоварҷон дар яке аз манзараҳои зебои тоҷикистон ба навор гирифта шудааст ҳафт кул ном дорад با هل هلای خیش جهان را بتکانم با هل هلای خیش جهان را بتکانم دوری با خدا جان مرا لرز گرفته است شاید بی‌توانی هرچند در تولیدی ترانه های دیپش و دلنشین خدا را شکر در هر دو سوی آمو کم نمیارند بعضی از این آهنگ ها بازخانی آفریده های مندگار سالهای های پیشین هستند که البته جایگاه خاصی خود را دارند. مثل این آهنگ جاودانه زنده احمدی ظاهیر که منصور نظری آن را دوباره بازخانی کرده است شرکت دف انترتیمنت نماهنگ جدید شبنم سوریا را با بازار ایراه کرده زیر عنوان چشمک میزنید در یکی از برنامه های از دو سوی آمو در اوایل سال جاری زمانی که ورشن سوتی این آهنگ تازه به با بازار آمده بود ما این آهنگ را در برنامه داشتیم چشمک, چشمک کاری فیلم برداری این آهنگ را لیدیا آندری در شهر مسکوی روسیه انجام داده است موسیقی این آهنگ از ساخته های رابرت میرزایان ترانه سرا آرزو ایسایوس تا دوشنبه دیگر با تازه های دو آموی دیگر با شما باشم دوشنبه دیگر با دو سوی آموی دیگر همین می بینمتون بدرود و خدا نگهدار زیباش محمد دوشنبه دیگر همینجا شما رو خواهد دید با این برمی قشنگش از دو سوی آمو در واقع بر خیلی تزیین کرد یک نگاه دیگر هم داریم دیدگاه در واقع در پایان این ساعت محسن که با شوی کرونا ویروس کسب و کار ما به شدت خراب شده مردم اکثرا بیرون نمیرن خصوصا درآمد تاکسی های اینترنتی بسیار بسیار کم شده در اینجا رسیدیم به پایان ساعت اول چشم بامدادی امروز سپاسگزارم از همراهی تک تک شما